الفيلم السينمائي أبي الحاج محمود تدور قصته حول أب ما زال غير مصدق لاستشهاد ابنه وينتظر عودته. جنغيز جليل وند أحد أشهر الفنانين في حقل دبلجة الأفلام السينمائية يمثل دور الحاج محمود. وضع موسيقى فيلم أبي الحاج محمود مجيد انتظامي الذي برع في وضع موسيقى العديد من الأفلام الإيرانية، منها رائحة قميص يوسف والوكالة الزجاجية. يشارك في فيلم أبي الحاج محمود لفيف من أشهر الممثلين هم محمد رضا شريف نيا ومصطفى زماني ومهراو شريف نيا وبهنوش طباطبائي. دوربين حركات. سالها بود که فکر میکردم بعد یک فیلمی درباره مقام پدر ساخته بشه و قصه به خصوصی هم داره. یک پدریست که وابستگی زیادی به فرزندش داره و این فرزند 15 ساله که مفقود الاثر شده. در واقع این قصه یک پدر پسره. به نظر من خط اصلی قصه اینه، حالا بقیه قرار یک آب و رنگ یا یک مثل یک تاش رنگ، مثل یک نمیدونم مثل یک نسیم، هر کسی قراره بوزه به رابطه این دو نفر. فقط یادم هم روزی که رضا مقامی است میان پدر، پدری که بسیار بسیار رنج انتظار و آزارش داده و پسری که مفقود الاثر بوده حالا بعد از 15 سال. هول و هوش یا بهتر بگیم حواشی دفاع مقدس هست و به دو منظور هم ساخته شده، تکریم مقام پدر و تکریم مقام مفقود الاثرها. من نقش پرستار حاج محمود رو بازی میکنم. حاج محمود میاد خانه سالمندان، من اونجا پرستارش هستم و یک رابطه خوبی بین ما برقرار میشه که در ادامه هم این پرستاری رو دوست دارن که داشته باشن و به هر حال یه جورایی همراهیشون میکنم در این سفری که دارن با پسرشون. آقای چنگیز جلیلوند از گوینده‌های قدیمی تاریخ دوبلاژ ایران نقش پدر رو بازی میکنن که بسیار بسیار خوب دارن پیش میرن. آقای محمدرضا شریفی‌نیا نقش یک دکتر روانشناس رو بازی میکنن. حالا این اولین باریه که من با پدرم هم بازی هستم و روز اولی که میخواستیم جلوی هم بازی کنیم جالب بود برام، چون من نقش یک پرستاری دارم که اصلا نمیشناسم، ایشون نقش یک دکتر روانشناسی رو دارن که منو استخدام میکنن برای کار و حس خوبی بود، بامزه بود. بعد از چندین سال، یعنی اصلا ما کلن هیچ وقت هم بازی نشده بودیم اینجوری رو در رو. کلن بازیگری و این اتفاق خب یک جوری توی زندگی ما هست، در تار و پود زندگی ما تنیده شده و
من 8 سالم بوده 2 درصد کار کار کردم. ملیکا از 4 سالگیش داره کار میکنه. مادر من پدر من جفتشون موقعی که مثلا 17 18 سالشون بوده وارد دانشسرای هنر شدن تا کار کردن. شاید که زوامل فروش ما در خارج از کشور بتونه حضور بازیگری باشه که برای کشورهای عربی و آسیایی محبوبیت خیلی خاصی رو تونست جذب بکنه و با سریال یوسف و پیامبر بسیار زیاد در بین این کشورها مطرح بشه، مردم این کشورها مطرح بشه و آقای مصطفی زمانی. کلن مقام پدر مشترکه در همه جا و کلن فرزندان جنگ هم در همه جای دنیا به شکلهای مختلف در تاریخ ما داشتیم، کسانی که در جنگ در واقع جانفشانی کردن. به هر حال سینما یک زبان مشترک در دنیاست و شما با سینما میتوانید حرف درباره فرهنگتون، درباره کشورتون، درباره اعتقاداتتون با کسانی که زبان شما و فرهنگ شما رو نمیشناسن بزنید.